اما بریم قسمت language tools، ابزار زبان ها. search pages همون قسمتی که تو preferences هم داشتیم، یعنی صفحاتی که any language هر زبانی باشه. شما میتونید بگید که فقط صفحاتی رو بگرد که فارسی باشه، پرژی هم باشه، که گفتیم این کارو نمی کنیم تا اونجا که میتونیم. صفحاتی که در کدوم کشور، میتونی بگی که صفحاتی که فقط ایران، میای اینجا آی بزنی، تا آی زدی کلمات که با آی میان ایران، متاسفانه ایران نیست، ایرانو برداشت، اسلامیک ریپابلیک آف ایرانو ورداشتن نیستش، کلماتی که تو کشورهای خاصی باشه رو برای شما پیدا کنه. اما سرچ فور دنبال چی باشی؟ هرچی، مثلا ماتماتیکس. خب ولی اینجا با محدودیت هایی که اینجا از کردم، مثلا میگم که فقط تو ایندیا، هند و زبان ارزم و حضور شما که انگلیش، گوگل سرچ. پس من براش محدودیتی که ایجاد کردم، گفتم کلمه ماتماتیکس رو بگرد ولی کجا؟ ایندیا. ببینید کشور ایندیا، آی این، سایت هایی که تو ایندیا هند هستن. میرم قسمت لنگویجیز. قسمت بعدی ترنسلیت، ترجمه کردن. شما میتونید متن رو بدید ترجمه کنید. مثلا من می نویسم I am a student، میگم که اینو از انگلیش ترجمه کن به اسپانیایی، ترنسلیت آنلاین، ترجمه اینو به شما میده. کلمه مثلا فرض کنید student رو که همه هم بالا بلد باشن، یا کار، ماشین، به آلمانی، انگلیش تو جرمن، اوتو. ببینید کلمه رو، جمله رو ترجمه میکنه. گفتم یه سایتی هست freetranslation.com. شما در اینجا کلمه ای که میخواهید می نویسید، مثل همون کلمه کار رو می نویسم free translation، ترجمه از انگلیسی به اسپانیایی، میگم بر من ترجمه کن، شروع میکنه به ترجمه کردن. ببینید میتونم کارت کپی کنم و استفاده کنم. و حتی میتونید در قسمت free web translator بزنید اسم سایتی رو و free translation رو بزنید. البته خود گوگل هم این بحث رو داره ها، میتونید بیایید اینجا بنویسید مثلا www.sharif توی گوگل .edu، اینو ترجمه کنه از انگلیسی به آلمانی، شروع میکنه به ترنسلیت، ترجمه کردن. یه مقدار خب موتور تو، ولی به صورت آنلاین قشنگ شما ترجمه شده رو میبینید. میبینید دقیقا دانشگاه شریف و من از این ور میرم شریف، که ببینید شریف دات ادیو هوم دابلیو دابلیو، این الان به صورت آلمانی، این البته اینا که میبینید چون عکس ترجمه نشد، هوم اباوت ادویکیشن، اینا عکسن، شریف یونیورسیتی تکنولوژی عکسن، ولی اونایی که متن باشن متناشو به صورت چیه؟ آلمانی در آورد. حالا من زیاد آلمانی والد نیستم، آختون باختون بشکلان داشتم، همه رو باختم، چی نوشته اینا رو من بلد نیستم، سایتنا سیانا نا ایرنا داس جورنال نا، نمیدونم چیه، انگلیسیش هم به زور بلده. ببینید الان انگلیسیه، ببینید اینا متنه، متنا رو دیدید که the second ten photo exhibition، همه اینا رو چیکار کرد؟ اینجا ترجمه کرد. حالا وقتی واردش هم میشم میبینی بقیه صفحات هم داره ترجمه شده به من نشون میده ها، بس میتونه دو زبانه برای شما چیکار کنه؟ استفاده کنه. یه بار دیگه میرم یه سایت دیگه، مثلا من سایت، البته فارسی نداره، زبانهای محدود داره، زبانهای محدود داره، عربی، انگلیش تو عربی، سایت شریف رو به عربی ببینیم، ترنسلیت ببینیم چی میشه. همون صفحه اولی که اینجا داریم، حالا دیگه عربی تا حدودی بلدیم، ببینیم چی میشه. پس ببینید چقدر حرفه‌ای قشنگ کار شده. البته عربیش کار نکرد، چرا که یه مقدار چیه؟ آهان جرمن انتخاب کرده بودم، ببخشید من بالا رو زدم، کلمه رو، ترجمه رو زدم. ببین من ترجمه رو زدم اینجا، از سیاره، ترجمه از سیاره، سایت رو باید اینجا میزدم، یعنی شریف، این شریف رو انتخاب میکردم، کپی میارم اینجا، شریف انتخاب میکنم و
و عربیک. ببینم عربی چی کار میکنه. بس اون متنش هم میتونید ترجمهش رو عربی ببینید. حالا خوبیش اینه که اومدن گفتن آقا کسی که حالا فرانسوی بلد نیست، آلمانی بلد نیست، میبینید تمام اونها رو چیکار کرد به عربی، چون عربی هم از راست به چپه این تنظیم کرد به عربی. این هم که گفتم عکس به صورت عکس انگلیسی، تمام اینها رو برای شما عربی، و هر صفحه ایدم که وارد بشید اونو شروع میکنه به عربی نشون دادن، یعنی آنلاین میشینه برای شما ترجمه کردن به زبان عربی. حالا منظورم اینه که اهدافشون مهمه. میگه اگه معلم ما، دانش آموز ما، دانشجوی ما اگه فرانسوی بلد نیست، انگلیسی بلد نیست، عربی بلد نیست، از علوم اونها عقب نیفته، بیاد سریع چون زبان، بیاد اون سایت ها رو ترجمه شده سریع آنلاین ببینید. ببینید اونا هزینه میکنن، مثل سایت های freetranslation.com، مثل خود سایت گوگل هزینه میکنن که دانش آموزشون، دانشجوشون، اساتیدشون، معلمشون از علم دنیا فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، از این علم دنیا عقب نمونه. بس ببینید که اونها شدیدن و به سرعت دنبال علمن، دنبال مطالب چرند نیستن که سریعتر اون مطالب رو چکار کنن، به دست بیارن، از هر کشوری، از هر زبانی بوده استفاده کنن، روی اینا سرمایه گذاری میکنن. متاسفانه ما یه سی دی درست میکنیم، خدا تومنم پولش میذاریم برای ترجمه اینا، میگیم که باید 400 هزار تومن باید بخره. کی میتونه بخره؟ خودم معلم میتونه بخره، خودم دانشجو میخره. خب اینو وظیفه دولت، مؤسسات بیان یه همچین کارهایی رو انجام بدن. واقعا اگر کسی بلد نیست بیاد بزنه چی فارسی، تمام سایت ها رو ترجمه شده آنلاین، یه موتور دیگه کاری نداره که. ما الان سایتی داریم مثل سایت farsidic.com. خب شما کلمات فارسی رو میتونید ترجمه کنید. خب این به جای اینکه پولی باشه، حالا بقیه قسمتاش مثلا ترجمهش اینا، میتونیم چیکار کنیم؟ بیاییم ارزم به حضور شما که به اینا امکانات بدیم، یا کسای دیگه که حالا در این توان هستن، دانشگاه شریف، اساتید، اون بچه های خوبی که توانمند هستن، بگیم این چیزا رو بسازن و هزینه رو بذاریم روی این قسمت ها. این هم ترجمه کلمه، این هم ترجمه یک سایت. کل سایت رو میتونید به زبان خاصی ببینید. اینم که اینترفیسته، یعنی اگر بازم بزنم مثلا کلمه یه پرژیان رو انتخاب کنم، بزنم پرژیان پ آمبالاس پرژیان، این اینترفیس کل این زبان رو گفتم به صورت فارسی نشون میده. هر وقتم پشیمون شدم این google.com این انگلیش رو میبینیم. اینا هم تبلیغات و چیزهای دیگه است که حالا باش کاری نداریم.